مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا. با وجود تنش‌های جدی بین آمریکا و ایران و احتمال درگیری بین این دو کشور، خوب است که توان نظامی هر دو کشور را مقایسه کنیم. طبق آخرین آمار سرویس اطلاعاتی آمریکا، CIA ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن 48% بودجه نظامی جهان، در صدر بزرگترین کشورهای نظامی جهان قرار دارد. این در حال است که طبق همین آمار، ایران تنها 0.5% بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. در ادامه با ما همراه باشید. در این یادداشت برانیم که اولاً با مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا و ثانیاً با تکیه بر نظرسنجی اخیر شورای روابط خارجی و مرکز امنیتی آمریکا در مورد وضعیت نظامی آمریکا به تحلیل و بررسی توان نظامی این دو کشور بپردازیم. کشور آمریکا با جمعیتی بالغ بر 304 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی 14 تریلیون دلار و بودجه سالانه نظامی 711 میلیارد دلار و در اختیار داشتن 2.5 میلیون نفر نیروی نظامی، 150 هزار نفر در حال خدمت و 100 هزار به عنوان نیروی ذخیره، بزرگترین قدرت نظامی جهان محسوب می شود. در مقابل کشور ایران با جمعیتی بالغ بر 70 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی 750 میلیارد دلار و بودجه سالانه نظامی 7 میلیارد دلار و 895 هزار نفر نیروی نظامی، 545 هزار نفر در حال خدمت و 350 هزار نفر نیرو به عنوان ذخیره، یکی از بزرگترین کشورهای نظامی خاورمیانه می باشد. در این بخش توان نظامی ایران و آمریکا را در 4 بخش، تجهیزات نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تسلیحات هسته‌ای مقایسه می‌کنیم. نیروی زمینی، نوع تجهیزات، تانک، آمریکا 8023 تانک، ایران 1613، ماشین‌های شناسایی، آمریکا 348، ایران 35، ماشین‌های زرهی جنگی، آمریکا 6719، ایران 610، نفربر، آمریکا 21242، ایران 640، توپخانه، آمریکا 8041، ایران 8196، بالگرد، آمریکا 5425، ایران 311. اگرچه نیروی زمینی آمریکا به لحاظ تجهیزات و امکانات از برتری نسبی نسبت به ایران برخوردار است، با این وجود این نکته را نباید نادیده گرفت که نیروی زمینی آمریکا به نقل از منبع اطلاعاتی خود آمریکا در باتلاق ایران و افغانستان گیر کردند. در نگاهی به سیر تاریخی و جغرافیای سیاسی آمریکا، قرار گرفتن آمریکا در بین دو اقیانوس اطلس و آرام و عدم وجود تهدید از جانب دو همسایه شمال و جنوب خود کانادا و مکزیک، بیشتر تمرکز توان نظامی آمریکا بر روی نیروی دریایی بوده تا نیروی زمینی. به همین منظور ایالات متحده شاهد ضعف در عملکرد نیروی زمینی خود در جنگ عراق و افغانستان بوده است. نیروی دریایی، زیر دریایی آمریکا 71، ایران 6، نوای جنگی آمریکا 106، ایران 5، قایق تندرو آمریکا 157، ایران 320، نوای جنگی ماین‌گذار آمریکا 9، ایران 5، شناور خاکی و آبی آمریکا 490، ایران 21. نیروی دریایی آمریکا با در اختیار داشتن نوه‌ها و کشتی‌های جنگی پیشرفته و عنوان قدرت برتری دریایی در خلیج فارس مطرح است. اما نکته قابل تأملی که باعث نگرانی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا شده است، قدرت قایق‌های تندرو نیروی دریایی ایران است. نیروی هوایی، هواپیمای جنگنده آمریکا 3538، ایران 286، بمب‌افکن دورپرواز آمریکا 170، ایران 0، هواپیمای ترابری آمریکا 883، ایران 136، جنگ افزار الکترونیکی و هواپیمای جاسوسی آمریکا 159، ایران 3، هواپیمای شناسایی آمریکا 134، ایران 6، هواپیمای گارد ساحلی آمریکا 197، ایران 5، هواپیمای ضد زیر دریایی آمریکا 58، ایران 0، هواپیمای واکنش سریع آمریکا 53، ایران 0.
نخبگان ارتش آمریکا توان موشکی و هوایی آن می باشد. آمریکا با در اختیار داشتن پیشرفته ترین هواپیمای جنگی و بمب‌افکن‌ها در کنار آن با برخورداری از سامانه موشکی بسیار پیشرفته به عنوان قدرت برتری هوایی دنیا مطرح است. اما موضوعی که باعث احساس خطر فرماندهان نیروی هوایی آمریکا شده است، پیشرفت‌های اخیر ایران در ساخت و تولید انبوهی موشک با کاربرد و برد مختلف و همچنین خریداری موشک‌های هدایت شونده و سیستم‌های راداری بسیار پیشرفته از کشور روسیه است. تسلیحات هسته‌ای، کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا 5400 4075 آماده پرتاب و 1260 غیر فعال. ایران 0. با توجه به جدول بالا می توان نتیجه گرفت که نقطه اتکای آمریکا توان هسته‌ای و نیروی هوایی این کشور و نقطه قوت نظامی ایران نیروی زمینی آن است که سابقه 8 سال جنگ زمینی در پرونده خود دارد. بدون احتساب جنگ ویتنام، جنگ‌های طولانی در عراق و افغانستان، طولانی ترین حضور نظامی آمریکا در قرن اخیر است. در نهایت می توان گفت که با توجه به حضور پرهزینه نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و از طرفی اعتراض‌های گسترده مردم در این کشور، شروع جنگ تازه آن هم با کشوری همچون ایران در چند سال اخیر نامعقولانه و بسیار پرهزینه به نظر می رسد. پس در صورتی وقوع جنگ بین ایران و آمریکا شما چه فکر میکنین؟ در بخش کامنت با ما همراه باشید.